سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید درباره توافق اتمی با رژیم آخوندی گفت رئیس جمهور آمریکا به روشنی تمام گفته است که اعتقاد دارد این یک توافق بد است قطعا این امر تغییری نکرده است رئیس جمهور از روز اول به روشنی گفته است که این توافق را یک توافق بد می داند. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات وزیر خارجه رژیم که طرح جایگزینی برای برجام وجود ندارد تاکید کرد ما قطعا بر این باوریم که باید یک توافق بهتر وجود داشته باشد که مثبت باشد و کارایی داشته باشد ما برای تعیین سیاست خارجیمان به سران رژیم ایران نگاه نمی کنیم. جان سولیوان سرپرست وزارت خارجه آمریکا طی یک کنفرانس مطبوعاتی در تورنتو کانادا در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت برجام تأکید کرد آمریکا نگرانی های قابل توجهی نسبت به رژیم ایران برنامه موشک بالستیک و دخالت بی کننده و شرورانه آن در منطقه از جمله در سوریه و یمن و سایر نقاط دارد. وی افزود پرزیدنت ترامپ نسبت به رفتار شرورانه رژیم ایران بسیار نگران است. نگرانی اصلی او در ارتباط با برجام در ارتباط با منع تکثیر سلاح اتمی است. زیرا هیچ کس نمی خواهد شاهد مسلح شدن رژیم ایران به سلاح اتمی باشد. سرپرست وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت کشورهای جی هفت پیام ما را به رژیم ایران تکرار می کنند که به استانداردهای بین المللی پایبند باشد و اکیدن از تعهدات اتمی خود تحت برجام تبعیت کند. ایالات متحده به تمامی شرکای خود فراخوان می دهد که در حسابرسی از این رژیم به خاطر حمایت از سازمان های تروریستی، حملات سایبری، تهدید دریانوردی بین المللی و ارتکاب نقض های بیرحمانه حقوق بشری به همکاری با ما ادامه دهند. جان سولیوان درباره حضور نیروهای آمریکایی در سوریه گفت تا زمانی که داعش و به اصطلاح خلافت آن تماما از بین برود ایالات متحده در سوریه متعهد باقی میماند ما کار خواهیم کرد تا تضمین کنیم نیروهای محلی که توسط شرکای منطقه‌ای و متحدان ما توانمندی خود را به دست خواهند آورد بتوانند این دستاوردها را تثبیت کنند و ما خلایی را بر جای نخواهیم گذاشت که رژیم اسد و حامیانش بتوانند از آن سوء استفاده کنند